دوباره بخش گشتیم. ادامه برنامه هست. باز هم صبح زیبایتون بخیر باشه و خدا کنه خسته نشده باشه. آهنگ خیلی زیبا تقدیمتون شد. و دوستا، قسمی که در آغاز گفتیم امروز در مورد مسئولیت خبرنگاران صحبتهایی می داشته باشیم، چه خوب است که صحبتها را آغاز کنیم. خب آقای مسرور لطفی را خیلی خوش آمدید میگم، استاد دانشگاه و همچنان کارمند اتحادیه ملی ژورنالیست. صحبتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت تمام کسایی که می اکنون از طریق تلویزیون بیک ما را می بینن، و سلام بازم تقدیم میکنیم به خوشبویی همین نام برنامه شما که نسیم صبح است. امیدوار هستیم همه ملت عزیز ما، مردم عزیز و سربلند ما زیر چتر عافیت زندگی را به سر ببرن. خوشحال هستم که در برنامه با شما هستم. زنده باشید. ما همچنان خیلی خوشحال هستیم استاد. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و قدم رنج نمودین در برنامه نسیم صبح، یعنی برنامه خودتان. امروز درباره مسئولیت خبرنگاران صحبت میکنیم. اول در آغاز میخواییم از آقای لطفی بپرسیم که خبرنگار یعنی کی، یعنی چی؟ خب از واجه های اجتماعی، از موجودات اجتماعی، هر کس به ظن و گمان خود یک تعریف می داشته باشه. کار خبرنگاری، حضور خبرنگارا در اجتماع، کلی اینا از عناصر اجتماع است. میشه گفت خبرنگار کسی است که شمشیرش قلم است و در برابر تمام نابسامانی های اجتماعی مبارزه کرده، حقایق را بر روی مردم کشیده و گلوی رسای مردم می بوده باشه، و در قسمت تامین عدالت در اجتماع انسانی از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی‌ورزه. خیلی خوب. این از دید ما به خبرنگار تعریفی نمی‌است. بله، و از دید ما خبرنگار چشم و گوش یک جامعه میباشه. بله، ما گلو گفتم، شما چشم و گوش گفتید، این عناصر که یک جایی بکنیم یک چیز بسیار زیبایی دیگه. بله، دقیقاً. درست است استاد. استاد شما خود گفتین خبرنگار کی است، این را خود برای بینندگان ما گفتین. از این بگوین که خبرنگار چی کارها را میکند و زندگی خبرنگار در افغانستان کنونی ما چگونه است؟ خب ناگفته نمانه که در سطح دنیا اگر شما برین در مورد آزادی بیان تحقیق بکنین، کشورهایی که از لحاظ داشتن یک حکومت دموکرات، یعنی یک جامعه دموکراسی، اونا اگر عمرشون 100 سال، 1.5 سال یا شاید 200 سال حتی شده باشه، در اونجا چون خود آزادی بیان تامین کننده یا دفاع از دموکراسی است یا از حضور دموکراسی، از توجیهاتی است که آزادی بیان توجیه میکنه، یکیش دفاع از دموکراسی است، وجود داشته و نحو مشکلات در او وجود داشته. در افغانستانی که ما از یک حکومتی که اندک ام شکل او حکومتای دیگه کشورها بوده، یا بالاخره دموکراسی یک به شکل احسنش گرچینه و بسیار به سطح پایین اگر تمثیل شده، خود آزادی بیان تا این حدی که رسیده بسیار قربانی گرفته و انتظار رو می رفته که تا 20 سال یا 19 سالی که ما یک حکومتی که داشتیم حداقل این مقدر دستاورد باید داشته باشه. شاید ما بتونیم تا 50 یا 60 سال بعد یک جامعه داشته باشیم که تمام مردم افغانستان اهمیت و ارزش خود آزادی بیان و رسانه ها بفهمه. در افغانستان قربانی داده، مشکلات وجود داشته، حتی شما میبینین که برادر ژورنالیست شما امو واسکت زیرهی که یک نیروی امنیتی میپوشه در خط نبرد میره، دونمو خط نبرد هم دوش یک نیروی امنیتی از میخواه از این کشور از آبروی وطن دفاع بکنه، اینوی خبرنگار هم دوش از او میره و خبر پخش میکنه. یعنی خیلی کار سختی که در جامعه و یک کسی داده میشه، او نبرد علیه دشمن است یا جنگ. اینوی خبرنگار دونمو سطح هست که کارش بسیار دشوار است، بسیار سخت است. شاید در کشورها بسیار آرامی اگر باشه، زیاد هم ژورنالیستای نامدارش در فکر یک سوژه باشه که حداقل تمام و گوش چشم مردم به طرف خود جلب بکنه، کار بکنن. اما در افغانستان شما میبینین در هر ثانیه بیش از 10 سوژه تولد میشه. دقیقاً. و این سوژه ها را زمانی که خبرنگارا میان مبارزه میکنن و ایره پخش میکنن، شما مطمئن باشین که در سطح دنیا، گرچه یک تعداد نهادهای بین المللی میگه که بعد از سوریه افغانستان بسیار خطرناک محل به خبرنگارا بوده، اما ما میبینیم که سوریه شاید به حدی که ما مشکل داریم نداشته باشه. دقیقا. و اونم مبارزه سبب شده که اینمی دستاوردها بالاخره وجود داشته و شکر از این باید به جای شده. البته. بله دقیقا. و تا جایی که ما آگاه هستیم خبرنگاری همچنان خیلی یک کار دشواری هست که هر کس اینو به وجه احسنش انجام داده نمیتونه.
و قابل تحسین و همچنان قابل ستایش هستند. خب آقای لطفی میشه درباره که ما آگاه شدیم که دو روز سمینار شما دایر کردین به خاطر همی آگاهی دهی به خبرنگاران، میشه درباره سمینارتون بگوین دو روز سمینار که چگونه هست و کدام موضوعات شامل؟ خب قبل از این روز سمینار صحبت بکنیم، میخوایم بگیم اتحادیه ملی ژورنالیست‌های افغانستان به عنوان یک نهاد خیلی معتبر با یک سابقه بسیار طولانی در سطح افغانستان در قسمت حمایت از جامعه خبرنگاری و رسانه‌ها مدت طولانی است که فعالیت میکنه و این اتحادیه در تمام افغانستان در 34 ولایت نمایندگی یا نماینده داره. یعنی کارمندای اتحادیه میرن اونجا هستن، اونجا از خود ولایت کار میکنن که جوزجان هم از امو ولایت است و برنامه‌های متعدد از جریان بسیار دیر در سطح کشور در بخش‌های مختلف این اتحادیه برگزار کرده که این برنامه‌ای را که شما نام بردین که من از آدرس اتحادیه ملی ژورنالیست‌های افغانستان در جوزجان آمدیم و این برنامه را به پیش میبرم به خبرنگارای این ولایت، این بخش مسئولیت است، بخش مسئولیت خبرنگار است، مسئولیت ژورنالیست ها و کارمندان رسانه که چگونه برشان تدریس شود، اگر بگوییم چگونه برشان فهمانده شود که چون حالت بسیار خراب است، یعنی ما یک چتر امنیت که زیر از اون نفس آرام بکشیم نداریم اگر خبرنگارا را قرار باشه بالاخره یک تعداد طرز العمل یا برنامه‌ای به خاطر محافظت از خودشون برشان پیشکش نشه، احتمال داره که ما شاید از این بیشتر خرابی در جامعه خبرنگاری بوده باشیم. از سال 2001 به این طرف تنها کارمندای رسانه که 80 نفر ما از دست دادیم و جانشان از دست دادیم به باندهای مختلف و تا در بین خود رسانه از بین رفته کشته شده. ای که در خط نبرد در وقوع حوادث بسیار خطرناک در کابل شما دیدین که عمله انتحاری را میخواستن پوشش بتن، عمله دوم جانشان گرفت، یک مثال خردش است. مثل از این بسیار اوقات خطرناک متعدد بوده که جامعه خبرنگاری را صدمه زده. از اون نگاه نهادهای حمایت کننده رسانه و خبرنگارا در سطح افغانستان میسنجه برنامه‌ای را داشته باشه که از اینا به شکل احسن اشتفا بکنه و به اینا بفهمونه که در حالت اضطرار، در حالت بحرانی که میخوان این وظیفه مقدس کار خبرنگاری را به پیش ببرن چگونه برنامه‌ای داشته باشن که حداقل از خود محافظت بکنن تا تلف نشن. و این برنامه بخشی از امو از خوشبختانه که ما در جوزجان آمدیم دور از انتظار نام خدا جامعه خبرنگاری واقعا خوش شدیم. جوانان بسیار پرتلاش پرکار خبرنگارا دختر خانما که اینه مثل شما دوتا امین نمونه چیزی که من میگم بسیار به احساس در برنامه شرکت میکنن و در بحث ما خود شریک میسازن، صحبت های میداشته باشن. معلوم میشه که عالم دنیای تجارب اینا خیلی بالا بوده و اون چیزی که ما انتظار داشتیم چند مرتبه بلندتر از او بوده. یعنی بسیار جامعه را گرم یافتم، جامعه کار خبرنگاری را، ارتباطات بین اینا هم دیگر پذیری را، یعنی تمام اموری که یک مشت یک شانه و یک بازو نشان میده، یک بخش اینمی دیگه مراعت میشده این اصول و یکی به بسیار کلان بوده، بسیار خوب بوده. انشاءالله که شما موفق هستین و ما مطمئن هستیم. تشکر میکنم، شما همچنان موفق باشین. بنابر آن شما بگوین وضعیت حالت وضعیت و حالت زندگی خبرنگاران را در ولایات های مختلف چگونه میبینید؟ خب کشوری که با 34 ولایت تقریبا 35 میلیون نفوذ در سطح یک جغرافیایی به نام افغانستان، خوشبختانه که در گوشی زمینی یک فرهنگ دیگه حاکم است در هر بخشش. در ولایات اکثرا من که میرم کوشش میکنم با فرهنگ مردم آشنایی پیدا بکنم مطابق میلشان اگر برنامه ای باشه و پیش ببریم. در چند ولایتی که انگشت شمار ما رفتیم دیدیم یعنی وضع به وجهی بوده که دور از انتظار ما بوده. مثلا اگر شما در کابل از جوزجان نام میبرین این یک روزه راه ازیره که از طریق زمین اگر کسی بیایه میسنجن فکر میکنن اینمی رقم مثل ازی که بسیار دوره است احتمالا بینان یک ولایت دور افتاده بوده باشه و از هر لحاظ امکانات بسیار خوب در اینجه وجود نداشته باشه. یعنی هر چیز مردم فکر میکنه تنها در کابل و اطراف کابل است. اما اگر قرار باشه بیان امی امکانات در اینجه ببینن تلویزیون های مرکز در خود کابل فعالیت میکنن بوینیمی امکانات است. این امی رقم شما را واری دوتا گرداننده بسیار موفق داره. در ولایات هم اکثرا ما که رفتیم متوجه شدیم
جوزجان در اونمو ست ولایاتی بود، اگر من نام نبرم که بگویم از اون ولایت که در جوزجان خوب بوده نام اون ولایت نگرم، در ست ولایاتی بوده که در صدر اونمو ارزیابی که به عنوان یک جورنالیست ما پیش خود داشتیم قرار داشته. یک تعداد ولایات هست، تعداد رسانه ها در کلش علاوه کمیت خیلی خوب بوده، علاوه کیفیت مثلا ما در بامیان رفتم بسیار خوب بود، رسانه‌های بین المللی تمامش اوجه نمایندگی دارن، رسانه‌های محلی تمامش فعالیت دارن، بسیار یک جامعه گرم خبرنگاری رو مثل جزیان در اوجه پیدا کردم. یعنی در کل اینمی یک میشه یک نمونه در سنجش، در قسمت سنجش در سطح افغانستان بوده باشه، در سطح کشور که چند ولایت ما دیدیم که در کل وضع افغانستان از لحاظ اگر ما بگوییم که خوب از خود وضع، بهتر از بگوییم که از لحاظ رفتن به سوی بهبود بسیار مناسب است، یعنی حرکت بسیار سریع داره. از اون صخره ها و مشکلاتی که در کف پای کفش هدف قرار است بیایه و مشکل خلق کنه ما نشه، از اونم زیادش عبور کرده و انشالله به سرمنزل مقصود خواهد رسیدیم که یک روز جامعه داشته باشیم که واقعا خبرنگارا مسئولیتشان رو به وجه احسنش ادا بکنن انشالله. خب آقای لطفی میشه درباره بگوین که در روز سیمینار شما که دایر میکرین در هر ولایت، خب چقدر از دیدگاه شما چقدر مؤثر بوده میتونه به خبرنگارا؟ فهماندن در کل مؤثر است. اگر قرار باشه کسی چیزی رو میفهمه ما برش گویزت میکنیم، یعنی تکرار هم احسن است و قول معقول. بمو دلیل این مواردی که فهمانده میشه ای از حدس و گمان دو سه نفری که شیشته باشه یک چیزی تنظیم کرده باشن بعدا به خبرنگارا پیشکش شده و اون رقم نیسی بسیار سنجیده شده. آلات کلی افغانستان از لحاظ امنیت و بی‌ثباتی و مشکلات ازی سنجیده شده، مواردی پیشکش میشه که 100% بتونه، اگر 100% نتونه 50% بتونه خبرنگارا رو حفظ بکنه. مثلا تدابیری که پیش از رفتن به امو رفع مسئولیت یا ماموریت به یک خبرنگار فهمانده میشه، برش دیروز شما در جریان بودیم که ما گفتیم که قبل از اینکه ما میریم کدام موارد در نظر داشته باشیم، کمره ما را چک بکنیم، وسایل تجهیزات ما را چک بکنیم، واسکت زیره بپوشیم، کلاه بپوشیم، دوایی که قرار است نیاز است با خود داشته باشیم، کمک های اولیه صحی را با خود داشته باشیم، مواردی است که در او شامل بود. 100% اگر کسی قرار باشد یک سفر بره در اوجه احتمال بالای خطر وجود داشته باشه، شما مطمئن باشین که این موارد با خود داشته باشه، حداقل 50% از لحاظ روانی هم آرام می باشه، حداقلش اگر کسی خدا نخواسته در محل زخمی بشه یا به خود امکار یا خود خبرنگار مشکل خلق میشه، با استفاده از اینمی امکانات میشه جانشانه نجات بده. یعنی مسئولیت اینمی دیگه، هدف این مسئولیت به این معنا نیست که اگر قرار باشه کارمند رسانه در داخل خود دفتر باشه در بسته باشه دیگه کسی دشمن اوجا نتانه بیای حمله بکنه، این نمی مسئولیت شد. این سنجیدن چون کار خبرنگاری کار میدانی است، در ساعه آدم حضور پیدا میکنه، این بر نحوش مواردی که شک ایجاد میکنه و مواردی که شک رفع میکنه و خبرنگار سالم دوباره بتونه بر بگرده به دفترش و از آفات اجتماعی در امان بوده باشه، ای برش پیشکش میکنه که چگونه روش خود مطابق در عمل تنظیم بکنه و این بسیار مؤثر است انشالله. آها انشالله سلامت شما باشه. گرداننده است این سوال میکنین، اگه ما سوال بکنیم که دیروز با شما چقدر مؤثر بود بحثایی که ما داشتیم، شما ببینین دایتان بگیم چقدر بسیار جد مؤثر بود و چیزایی که ما اصلا آگاه نبودیم که در وقت جنگ، وقت زمانی که همین خبرنگار میرن در ساحات جنگی میرن اصلا ما آگاه نبودیم، اما بسیار زیاد آگاه شدیم و این خیلی مؤثر بود بر ما، صحبت‌های جدیدی بود خیلی زیاد. با واقع اولین دفعه بود که من این قسم گپ‌ها رو شنیدم، یعنی سمینار شما واقعا خیلی جالب و خیلی آموزنده بود. یعنی ما به غیر از آن هم ما به هر جایی که بریم این رو میتونیم در تمامی زندگی ما، در تمامی عرصه زندگی ما، از این چیزهایی که شما گفتین، از این درسایی که شما دادین بیاموزیم و به خود به زندگی خود استفاده کنیم. خیلی آموزنده بود، خیلی خوب بود. انشالله که به دردتان بخوره، چون ما بسیار شاید رای طولانی را آمدیم به می دلیل که اما مردم عزیز جزجان ما از نزدیک معرفت حاصل بکنیم و هم یک چیزی را انتقال بدیم که اینمی جامعه گرم خبرنگاری از شر آفات و مشکلات انشاءالله که تا حد
محفوظ بمانه بخیر. خیلی سلامت باشید. خوش عزیزلر، اینده ایسا بر قوشق بار که برگلیکتا بار کورمز مهمانمز بار یعنی هم. آها، بازم سپاسگزاری میکنیم از آقای مسرور لطفی که امروز درباره مسئولیت خبرنگاری بر ما صحبت هایی داشتن و امروز خیلی خوشحال شدیم از اینکه دعوت ما را پذیرفتن. بازم تشکر از تشریفتان. اگر کدام پیامی داشته باشین میتونیم بر بیده زنده باشین. فقط پیام ما اول به تمام مردم عزیز ما کمیل از برنامه را ببینن این است که از خبرنگارایتان حمایت بکنید. نبود خبرنگار در جامعه گنگ و کر می بوده باشه. نبود آزادی بیان، چون آزادی بیان حق بشری انسان ها است، ارگاهی نقض میشه. حقوق بشری یک خصلت خوبشی است که یکیش به دیگش مثل زنجیر وابسته است. هرگاهی آزادی بیان در گلوه خفه شوه، ده ها آزادی دیگه انسان زیر پای میشه. آزادی بیان خودش یک چراغی است که تمام آزادی های بشری در کنار ازی، در روشنی ازی حضور داره و زندگی میکنه. به او دلیل پیام با مردمی است که آزادی بیان را پاس بدارن، خبرنگاران را حمایت بکنن و به حرف اینا گوش بتن. و پیام ما به ژورنالیست های عزیزی است که اخلاصمندانه طبق اصول و تعهد به این وطن کار بکنن. خیلی وطن نیاز داره، هر کس که مسئولیت داره به او، هر کسی که انسان است تا این جامعه به او نیاز داره، تا که خبرنگار است یا هر کسی که است. باز خبرنگارا واقعا که مسئولیت خطیر بزرگ دارن، پیام می است که واقعا به دل و جان، به عشق و علاقه، به تعهد و به اخلاص به این وطن کار بکنن و این کاروان خبرنگاری را تا سرمنزل مقصودی که عبارت از رسیدن به اهداف والای بشری در جامعه انسانی است همراهی بکنن و هیچگاه پشت دور نتن به این کار مقدس. زنده باشید. بازم تشکر از تشریفتان، موفق باشید. زنده باشید. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. سلامت.